ده سال است که روایت قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا نقل می‌شود. بیشتر اینها را هم خانواده و نزدیکان قربانیان یا پلیس و آتش‌نشانان حاضر در صحنه می‌گویند. اما آنچه کمتر بازداب یافته قربانیان مسلمان این حوادث است. بهمن کلباسی خبرنگار ما در نیویورک گزارش می‌دهد. 10 سال پیش، چند روز پس از حملات 11 سپتامبر، زندگی این مرد مسلمان ساکن ایالت تگزاس با این پرسش که از کجا آمده ای و سپس یک گلوله تفنگ برای همیشه تغییر کرد. نامش رئیس بویان و تبارش بنگلادشی. روزهایی که آمریکا در بهت حملات 11 سپتامبر بود، در پمپ بنزینی که کار میکرد به خاطر رنگ پوست و مذهبش تا پای مرگ رفت. یک دهه بعد در چند قدمی زمینی که برج‌های دوقلو در آن قرار داشت، از خاطرات آن روز میگوید. ظهر بود، یه مشتری وارد شد، عینک زده بود و کلا سرش بود. بلافاصله تفنگش رو به طرف من نشانه رفت. چقدر با شما فاصله داشت؟ من هم بیدرنگ هرچی اسکناس توی دخ بود رو گذاشتم جلوش و گفتم ببر، ولی لطفا شلیک نکن. ولی به جای اینکه پول رو برداره از من پرسید کجایی هستی؟ اینجا بود که متوجه شدم این مرد برای یک سرقت مسلحانه نیومده و به محض اینکه من منومن کردم صدای گلوله رو شنیدم و تمام صورتم شروع کرد به سوختن. مثل این بود که هزاران زنبور در آن واحد صورتم رو میگزیدند. تیر خوشه‌ای که از کنار سرش میگذرد اما بینایی چشم راستش را برای همیشه از او میگیرد. رئیس به زمین میافتد و تیرانداز از محل میگریزد. او سومین قربانی مسلمان در طول چند روز پس از 11 سپتامبر بود. دو قربانی دیگر به خوششانسی او نبودند. یک مرد پاکستانی و یک مرد هندی. یکی در این مغازه و دیگری در پمپ بنزینی در همان منطقه کار میکرد. این تصاویر که به پلیس کمک کرد قاتل را دستگیر کنند، صحنه تیراندازی به یکی از مقتولین را نشان میدهد. نام قاتل مارک استرومن. او در دادگاه اقدام خود را وطن پرستانه خواند و گفت به عنوان یک آمریکایی وظیفه خود میدانسته انتقام حملات 11 سپتامبر را از مسلمانان بگیرد. دادگاه تگزاس او را به اعدام محکوم کرد. اما آنچه داستان این قربانی تنفر مذهبی را متفاوت میکند مسیری بود که رئیس بویان انتخاب کرد. او معتقد است مردی که تلاش کرد او را بکشد از همان تعصب و تنفری رنج میبرد که حمله کنندگان به برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر و اعدام او هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. در نتیجه او کمپینی را آغاز کرد تا از مقامات بخواهد حکم اعدام مارک استرومن را اجرا نکنند. من بخشیدمش ولی این کافی نبود. با اعدام او جرایم ناشی از تنفر و تعصب از بین نمیره، در حالی که اگه زنده باشه میتونه سخنگویی باشه برای تحمل و به دیگرانی که مثل او ممکنه فکر کنن بگه که راه او رو دنبال نکنن. تلاشی که وقتی خبرش به قاتل رسید او را متحول کرد. وقتی شنیدم که مردی که میخواستم بکشمش داره برای نجات جونم تلاش میکنه واقعا بهت زده شدم. تمام این سالهای بعد از 11 سپتامبر ما دائم میشنویم که اسلام افراطی و خشونت طلبه. اون وقت یه مسلمان که قربانی خشونت شده نه تنها نمیخواد انتقام بگیره که منو بخشیده و میخواد جونم رو نجات بده. من 10 سال پیش یه آدم بی سواد و احمق بودم، حالا میفهمم چقدر اشتباه میکردم. تلاش ها اما در نهایت نتیجه نداد و علارغم گذشت خانواده دو قربانی دیگر، حکم اعدام مارک استرومن پس از 10 سال از زمان صدور ماه گذشته اجرا شد. اما رئیس بویان که به خاطر کمپینش امروز چهره شناخته شده است میگوید به تلاش برای مبارزه با تنفر مذهبی و نژادی ادامه خواهد داد تا شاید وقایعی مانند 11 سپتامبر و آنچه بر او گذشت دیگر تکرار نشود. درسته که نجات دادن جان مارک استرومن یکی از اهداف اصلی کمپین من بود و متاسفانه با مخالفت مقامات قضایی ممکن نشد، ولی کمپین من متوقف نشده. متاسفانه کشت و کشتار انسان‌ها به اسم مذهب و نژاد و ملیت همچنان ادامه داره و من همه انرژیم رو برای توقف این روند به کار خواهم برد. بخشش و گذشت یک مسلمان به امید روزی که گفتگو جای خشونت را بگیرد. تلاشی که او خوب می‌داند دست تنها
به نتیجه نخواهد رسید. بهمن کلبسی، BBC نیویورک.